بازم تکرار بکنم، ما همو عمرالیم، دیگه عمرالی نشتم به مقدسم. ما یکم شخص بودم که در روسیه در پیش میتینگ در مبانی روسا گفتم که شیطانی واقعی در دوی تاجیکستان هست، این امام علی رحمان هست، این پدنالتی کثیفی حرام که این روز مردم تاجیکستان تایی پاک هست، همه این زواد به فابریکا را یک اوهان پرک هست برطف در مبانی خیش توارش همه تاجیکستان را جدا کرد، مال مردم هر شب روز ندزده حرکت نکنه، خورت نکنه، نمیمونه که مردم سرش بلند کنه، نمون در دوی تاجیکستان، نه زواد نه فابریکی پدنالت از خود نکنن، اینا سرشاری ندارن این پدنالتو، اینا غم مردم ها نمیخرن، یا گفتی بلند گفت نیز بلند نگوان که برای مردم میکنم برای خلقم، نکن پوست شا بکن نیتک خوبه میبینی، پوست سی بلا شا بکن پدنالتا میبینی که یک خوبی خالی هست، ای آدمی هستایی که از ملت ما نیستایی، از دین ما نیستایی، از فرهنگ ما نیستایی، ای که در اطراف بجال بچه ها را جمع کرده ای که ما را ایمایه کنیم، ما و شما میتونیم که وطن من آزاد کنیم دوست بایدیم. ما همو عمر هستم که تا از اول تا آخر قسم کردم که مبارزه ما تا وقتی هستی تا ما در این دنیا چشم نبینه نفس میکشم ما بزید یعنی رژیم مبارزه میبرم، ما دیگه عمر نیستم، ما همو عمر هستم که وقت و ساعتش آمد برای ملتم جان تیده ما با یک آوازی بلند بگم که خداوندو در ما تا همی جانا دادی همی جانا تا همی وقت میگیری، ما مبارزه بردم برای خودت، برای که این آدم بزیدی تو دشمنی کرد، بزیدی تو رفت، بزیدی ملتی ما رفت، بزیدی فرهنگی ما رفت، بزیدی وطنی ما رفت، ما با همی خاطر حرکت میکنم که ای مردم بخیزین بخیزین گفته این روز ما جانی خما تسلیم میکنم که خداوند تو مرا بنده بگی، ما گناهگار هستم، واقعیت گناهگارم، تو پروردگار رحمان رحیم هستی، با طرفی تو هر یک انسان دست بابا میکنه، خدایا جانی مرا با حرمت با عزت بگی، مرا بنده بگی گفته، همی از مبارزه، همی از که در مبین هزار سال ها آدم ها پیدا میشن برای حق گفت میزنن، برای حق خوشان میگن، برای ملت و فرهنگ و دینش میگن، همی از که خداوند در اونا چی رحم میکنن نظر میکنن. دوستای عزیز، ما هر باری که میشنم در بودنم ما بازم میگم که ما در یک تیمی شما برای ما حرام هستیم، ما از ملک یک جی شما بگیرم برای خدا نکدم. دوستای عزیز، هر یک تنگه ای که مصرف میکنم والله قسم من میفرم که این در مسئله مبارزه چطور میشه، ما به خودم نرسدم یک دهم اونو، ما و شما در همه چیز ایروز خداوند امکانیت داریم، خدا را شکر که ما و شما مبارزه بودیستیم، گفت بودیستیم، حرکت کردیستیم، سخن کردیستیم، دوستای که قدم به قدم میتونیم که پیش رویم، و اگر که وقت و ساعتش اومد، وقتی که همه ملکی ما تمام شد، دانی ما تمام شد، ما در قدر همه برام کار بکنم، نمیدونم هر کاری که دست نبیره که زندگی هم پیش برام، نو برای شما ما میگم این روز روزی مبارزه هسته، این روز وقتی هسته که شما باید که قوت با قوت بیستیم، این روز مبارزه با زید شما هسته، این رژیم شما را نابود بکنه، همه تانا تنها به تنهایی شما به وطن بمونید، شما به فرهنگ بمونید، شما نسلتون در به در میشود، دین در سرزمین تاجیکستان ما بر هم میخورد، این روز هست امکانیتی که ما و شما حرکت کنیم که وطن ما آزاد کنیم. دوستای عزیز، ما از شما خواهش دارم، به خاطر ما نخیزیم، ما یک شخص خاکی هستم که در این دنیا هستم یا که نیستم، هر ساعت میتونم جانم تسلیم کنم، شما بخیزیم برای دینتون، بخیزیم برای فرهنگتون، برای ناموستون بخیزیم، زیرا پگاه شما وقتی که نمیخیزیم، وقتی که من نمیشم در این دنیا، وقتی که شما را در زندان محکم میکنم، وقتی شما تایی شتا میکشم و قنداق افتمت وقتی کوب میکنم، وقتی مالتون را میگرم، وقتی شما میفهمی که شما بناموس و بناموس میشوین، در اون وقت هزار بار پشایمان میشوین که وقتی ساعت بود که من میتونیستم با همون عمرالی قطعی قوت با قوت بیستم و باریزه برم که وطن ما آزاد کنم برای دوستای عزیز. افسوس، صد هزار افسوس، افسوس میخوریم، نیکم دیر میشود، زیرا که این پدنالت رحم نداره، این ایمان نداره. در وقت خودش پیغمبر خدا محمد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که خدای ما را نگه داره که کسی که مثلا در قدیر رب بفهمه که دجال میده باید از پیشش بگریزه، زیرا که دجال گفه نمیفهمه، آیت قرآن نمیفهمه، سخن شیرین نمیفهمه، هر کسی که با او رو پروشید دین شاید دستش میتن، مالی همین نمود آدم هسته که شما همه تانه از دستان میتین،
ناموس را دست میتین، دین تون را دست میتین، فرهنگ تون را، زمین تون را دست میتین. بعد بفهمین که ما چی میگم در شما، ما از شما خوبتر میدونم. امام علی چی های قطی اولادش قطی دومادش از ای وای دجالی پدانلت در جهان نبود. ای آدم آدمگری ندارم. ما از مابین شما نه، ما در مابین اینا بودم. ما میدونم که اینا عزت و حرمت ندارم در دین. اینا فقط عقل و فکرشون در دیگه کارا هستن، در کارای حرام هستن. مرحمت دوستای عزیز، شما شنیده بودین که در مسئله پامیر در چقدر مردم اکش بخاطی چی کش چقدر آدم هست در ماه شهید رمضان؟ چیزی که شما شاهد بودین که بچه خواهش رفتن رسیدن در مابین، هیچ کس آواز کشده نتونید، هیچ کس حمایه کرده نتونید کودکم، هیچ کس نتونید او دختر سرش بلند کنه که همیشه تقدیر نصیب است. ایروز دوستای عزیز، ما از شما چی خواهید میکنم؟ شما دیدین ده قانونی که بدی دین اسلام بود، شما خودتون دیدین که مال ما را وقتی گرفتن اسناد را همش عوض کردن، به قانون، به سود، به یگان آدم، به شاهید مال یک آدم را کشیدن گرفتن. این خودش غیر قانونی گپ است. همین هم زن گیره میکنن، همین هم همون قبیلی را بازار شدن گرفتن، دیر در اطرافاش را معین کردن گرفتن. تا که ما و شما خاموش بیستیم، تا که ما و شما حمایه نکنیم ناموس خودمانه، مال خودمانه، دین خودمانه، فرهنگ خودمانه، تاریخ خودمانه، زمین خودمانه. دوستای عزیز، من منتدارم از شما، توکل به خدا. این روی مبارزه است، هیچ گپی نیست. چقدره که شما زیاد دعوت میکنین همین قدر قوتای ما و شما زیاد میشه. چقدره که شما زیاد حرکت میکنین، در احترام هم پول مصرف نمیکنین، در یک جای دیگه نمیخرین، میره در روی حق میپرسین، خداوند در شما اجر میده. دوستای عزیز، من شما مینظرم تشکری میکشم برای این قدر روزایی که قسمت صحبت میکنین، این قدر قسمت سوال جواب میکنین، رحمتی کلان در شما میکنین. یک کمی دیگه موندگی است برای مبارزه وزبینی برای ما و شما، یک کمی دیگه موندگی است. بیاین یک دست شدیم، بیاین با اتفاق باشیم، بیاین حرکت کنیم که وطن من آزاد کنیم. زیرا امام علی برای وطنی ما و شما دیگه هیچ نکده نمیتونه پیغاز از غارت کردن. این چی از دوستوی هست؟ این همیه ای که برادر رو ما و شما از همین میفهمیم که امام علی جانوش برامده است دیگه نمیتونه خفا دهنی مردم رو بکشونه.